دفتر ایت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گزارش تازه خود را در رابطه با تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی منتشر کرد. یافته های این گزارش نشان می دهد که بیش از 10,000 غیر نظامی در این سال جان باختند و یا زخم برداشتند. در سال 2017 میلادی 3,438 تن از غیر نظامیان در افغانستان جان باختند و 7,015 تن دیگر زخم برداشتند. 40% این تلفات ناشی از عملات انتحاری و مواد انفجاری جاسازی شده و 30% دیگر ناشی از جنگ های زمینی بوده است. در این گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان نسبت به سال 2016 میلادی 9% کاهش داشته است، اما عملات انتحاری 17% افزایش یافته است. یافته های این گزارش نشان می دهد که مسئول 42% این تلفات گروه طالبان، 10% گروه تروریستی داعش، 20% نیروهای طرفدار دولت، 13% گروه های نامشخص مخالف دولت و 2% دیگر اشخاص غیر مسئول بودند. تلفات ملکی با هیچ صورت برای دولت افغانستان قابل قبول نیست. بار نامی که باشند، با هر نامی که باشند، دولت افغانستان تلفات ملکی یا کشته شدن مردم افغانستان برایشان قابل قبول نیست. گزارشی که نشر شده طبعا یک کاهش نشان میده، حدود 23% این مورد استقبال ماست. اما در مورد ای که یک بخش از این نسبت داده شده به نیروهای امنیتی افغانستان، ما هم گزارش های خود داریم، یک تفاوت نشان میده که حتما او را اگر نهایی شد در خدمت شما تقدیم میکنیم. بیشترین تلفات غیر نظامیان در ولایت های کابل، المند، ننگرهار، کندهار و فاریاب به ثبت رسیده است. بیشتر تلفات غیر نظامیان در ولایت کابل بوده است که به عملات انتحاری و انفجاری توسط مخالفان دولت انجام شده است. ما نگران ادامه حملات انتحاری و افزایش تلفات غیر نظامیان در سال جاری هستیم. کابل در یک ماه گذشته شاهد خونبارترین عملات تروریستی بوده است که در این عملات ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند که بیشتر این مجروحین و کشته شدگان به شفاخانه ایمرجنسی منتقل شده اند. افیزالله سالنگی، تلویزیون نور، کابل.